سلام سهشنبه ده آبان 90 اول نوامبر 2011 میلادی در مورد 15 موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه فعالان و تولید کنندگان لبنی کشور با تجمع در برابر وزارت صنعت معدن و تجارت 180 میلیارد تومان طلبی رو که این صنعت از دولت داره درخواست کردند و اعلام کردند که صنعت لبنی در معرض نابودی خبرنگاری هم که از این تجمع عکس گرفته بود توسط نیروی انتظامی دستگیر شد و فیلم های او رو و عکس هاشو نابود کرد نکته دوم اینکه یک اختلاس بزرگ دیگه هم معلوم شد در سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شستا و 150 شرکت زیر مجموع اونها مجموعا بیش از هزار میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته نماینده ماکو و چالدران در مجلس شورای اسلامی گفته اگر جلوی ما رو برای ادامه رسیدگی نگرفته بودند احتمالا این اختلاس بزرگتر از سه هزار میلیارد تومان خواهد بود نماینده مینودشت هم در کمیسیون برنامه بودجه مجلس خبر داده از اینکه از 6 میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی فقط چهار و دو دهم میلیارد دلار اون به خزانه واریز نشده انصافا ارقام به قدری بزرگ شده و سرسام آور شده که میشه گفت فقط کشور در گردابی از فساد و اختلاس قوطه بره نکته سوم اینکه 500 کارگر شرکت نشکر هفتپه کارون که اعتراض دارن به اینکه بیمه هاشون پرداخت نشده حقوقاشون افزایش پیدا نکرده و وضعیت نامعلومی دارن بعد از اینکه از تجمع جلوی مجلس نتیجه نگرفتن جلوی وزارت تعاون تجمع کردن و البته هنوز هم نتیجه نگرفتن نکته چهارم این که صدها کارگر حمد و نقل بازارچه پرویزخان در قصر شیرین بازارچه بزرگ مرزی در اونجا که در واقع 700 کارگر شرکت سپندار بتون زاگروز هستند که این کار حمل و نقل رو انجام میدن دست از کار کشیدن و خواستشون خیلی ساده پرداخت کامل ماهیانه بیمه شونه که کتابچه بیمه داشته باشند و اینکه سه سال افزایش دست مزدی نداشتند نکته پنجم اینکه بعد از تجمع موفق هفته گذشته دانشجویان دانشگاه مازندران آزار دانشجویان ایجاد جو امنیتی سنگین در دانشگاه ممنوع ورود کردن و احزار بعضی دانشجویان آغاز شد نکته ششم اینکه که آقای داوود رشیدی رئیس انجمن بازیگران خانه سینما و بازیگر با سابقه تئاتر و سینمای ایران اعلام کرده که شکایتی علیه فرج الله سلحشور به جرم توهین به زنان بازیگر در حال تهیه و تسلیم به دادگاه نکته هفتم اینکه حکم سه سال حبس تعذیری در زندان احواز و ده سال تبعید به ایزه برای احمد رضا احمد پور محقق حوزه و جانباز شیمیای زمان جنگ از سوی دادگاه تجدید نظر تعیید شد نکته یه هشتم این که مصطفی مقایسه فرزند محمد رضا مقایسه روزنامه نگاری که به شش سال زندان محکوم شده دیروز در صحن ملاقات مورد ضرب و شتم دو تا از سربازها به اسامی سهرابی و میر اسماعیلی قرار گرفت ضرب و شتم مصطفی در جلوی چشم سایر خانواده ها جوی پر استرس و پرتنش رو در فضای سالن ملاقات ایجاد کرد نکته نهم این که اسعد باغری فعال دانشجویی و دبیر سابق اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد در سنندج بازداشت شد نکته دهم اینکه این که بعد از آقای علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که معلوم شده با پسرانش از طریق شرکت زاگروس خودرو با اون پرونده اختلاس مربوط بوده صحبت از چند نماینده مجلس دیگه هم هست از جمله ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آقای محمد دهخان عضو هیئت رئیسه مجلس جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه بودجه و سمده مرعشی به این ترتیب دیده میشه که این اختلاس بزرگ و احتمالا ده ها اختلاف اختلاس بزرگ دیگه در لابلای دستگاه اجرایی نمایندگان و همه جا رخنه داره <applause> نکته یازده هم این که از سوی رئیس پلیس تهران تهران بزرگ آقای ساجدی نیا اعلام شد که 407 واحد سنفی پوشاک ارزه کننده پوشاک به دلیل ارائه پوشاک نامتعارف و علایم گروه های انحرافی مثل شیطان پرستان پلوم شدن و کسب و کارشون تعطیل شد یعنی دستگاه پلیس و قضایی کشور که امنیت رو در کف خیابون نمیتونه از دست دزد و آدم کش و گردنگیر حفظ بکنه از اون طرف هم در دستگاه اقتصادی کشور میلیاردها میلیارد میلیارد اختلاس صورت میگیره در واقع همش معطوف به چند نفر مغازه لباس فروشی که به زعم آقایون لباس غیر متعارف ارائه میکنن نکته دوازده اینکه که بعضی سایت ها خبر میدن از اینکه آقای احمدی نژاد در گفتگو با کمیسیون اصل نود مجلس گفته که به نظر او پشت مطرح کردن این پرونده اختلاس مشتبه خامنه ای پسر آقای خامنه ای قرار داره و آخر سر هم میخوان همه تقصیرها رو گردن دولت بندازن بولتن سپاه خبر داده از اینکه تلویزیون اینترنتی دولت راه اندازی شده چرا که اخیرا صحبت های احمدی نژاد و سانسور میکنن لذا سعی میکنه که تلویزیون خودش رو داشته باشه و متقابلا این که احمدی نژاد و اطرافیانش گفتند سند دارن در خصوص آقای زاکانی بامداد سندی رو منتشر کرده که ایشون در واقع استحقاق ورود به دانشکده مهندسی پزشکی رو نداشته و غیرقانونی و با پارتی بازی وارد شده نکته سیزده هم این که خبری رو که نیویورک تایمز روز گذشته منتشر کرده بود که امریکا تصمیم داره نیروی رزمی رو در کویت مستقر کنه و نیروهاش در خلج فارس افسایش افزایش بده تا با خروجش از عراق از دخالت ایران جلوگیری بکنه رسما دولت امریکا تایید کرد نکته چارده هم این که سایت العربیه از قول روزنامه فیگارو خبر داد از اینکه مقامات سپاه پاسداران با امریکایی ها ملاقات کردند و بر سر سوریه بعد از بشار اسد صحبت کردند خبری که احتمال درست بودنش کمه از سوی دیگه آقای صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم ابراز امیدواری کرده نسبت به ادامه حکومت بشار اسد و اینکه با کارهای دیپلماتیک اتحادیه عرب پایانه خوشی برای حکومت اسد باشه همینطور دبیرکل ناتو اعلام کرد که ناتو قصد دخالت در سوریه رو نداره و منطقه ممنوعه پروازی که مخالفین سوریه درخواست کردن و مردم شعارش رو دادند عملی نخواهد شد او در واقع مطرح کرده که با قطنامه شورای امنیت ناتو کاری در لیبی کرد ولی در اینجا شورای امنیت با توجه به وتوی روسیه و چین کاری از دستش بر نیامده و نکته آخر من دیروز دوشنبه ساعت 11 با آقای رامین اسکرد مدیر بخش فارسی صدای آمریکا ملاقات خوبی رو داشتم قرار شد از این جمعه به برنامه برگردم و ایشون طرحهای خیلی خوبی هم داشت برای اینکه این برنامه هم به لحاظ زمان هم به لحاظ کیفیت وسیعتر و بیشتر بشه برنامه تفسیر خبر احتمالا با نام های دیگه و بسیاری از فعالین و دستندرکاران هم کمک بکنن تا یک برنامه سطح بالا و خوب به مردم ارائه بشه امیدوارم که بتونیم اگر خدمتی رو در اونجا کرده بودیم و اه اه خدمت کوچکی رو ارائه کرده بودم بتونیم که ادامه بدیم با توجه به حسن نیتی هم که آقای اسکرد ابراز کرد و انواع و اقسام ایده های خوبی که ایشون مطرح کرد که امیدوارم اعمال بشه اندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی